لب بخوش کی دو چوب دشمن کجا، لب بخوش کی دو چوب دشمن کجا، تشت و جام و می صورتی من کجا. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره. اما بعد، قال رسول الله علیه صلوات الله: ان حسین ابن علی اکبر فی السماء اکبر منه فی الارض. با استعانت از خداوند و التماس دعا از همه شما عزیزان، عزاداران، خواهران و برادران و اجازه از همه، مخصوصا از علما، دانشمندان، فضلا، مسئولین امارت اسلامی که در جلسه حضور دارند، این مناسبت 11 روز محرم و 2 روز شهادت سردار آزادگان عالم و یاران با وفایش و روز حرکت کردن اهل بیت از کربلا و حرکت دادنشان به سمت کوفه و اسارت را به همه مسلمین عالم، مخصوصا به عزادار تنهای این حادثه طاووس بهشتیان امام زمان تسلیت عرض می کنم. خیلی خدا را شاکرم. خدایا تو شاهد باش، در زیر این آسمان، در این هوای گرم، در کنار این عزاداران که از راه دور با عشق و اخلاص شرکت کردند، آمدنم را در اینجا گوشه از زیارت قبر ابی عبدالله می دانم. خدایا تو شاهد باش، این مجلس را از اون مجالس می دانم که امام هشتم فرمود هر کس در مجلسی شرکت کند و برنامه ما را زنده کند، دلش نمی میرد روزی که دلها می میرد. خدایا این مجلس عنایت است، این مجلس عظمت است، این مجلس اقتدار اسلام است، عزت اسلام است. هم دوست دارم از امام حسین عرض کنم، برادرا، عزادارا، خواهرا، هم از طرف هوا گرم است، میبینم شما خیلی با عشق و اخلاص در این مجلس زحمت کشیدین. در واقع بین دو محظورم، از طرفی اگر روشن نشویم در تاریکی میمانیم. پیغمبر فرمود حسین در آسمانها بزرگتر است از زمین. خواهرا، برادرا، عزادارا، علمای عزیز، سربازان مکتب بیداری و بصیرت حسینی، شما هستین که مردم این گونه در مسیر عزت حرکت میکنن. اگر نگویم خودم خسارت کردم و در مقابل شما مسئولیت را انجام ندادم. اجازه بدین من با آرامش چند فراز را نقل کنم. صلوات بفرستین. میدانین سال قمری
با محرم آغاز می شود، یعنی 11 روز قبل سال 1445 شروع شد، یک سال جدید آغاز شده. امام حسین کی به شهادت رسیده؟ سال 61. هجرت پیغمبر از مکه آغاز تاریخ اسلام است. پیغمبر در سال 11 رحلت کرد، 50 سال، 49 سال بعد از رحلت پیغمبر امام حسین در کربلا شهید شده، مثل دیروز. من حساب کردم 1384 سال از شهادت حسین گذشته، 506 روز و 544 روز گذشته، 544 روز قبل. امروز این جمعیت که دعوت کرده، تنها اینجا نیست، دیروز در سراسر افغانستان نه یک جلسه، نه 10 جلسه، نه 100 جلسه، هزاران جلسه بود. هنوز ادامه داره. خود ای یعنی اعجاز، خود ای یعنی عقلها مکتب حسین. توجه کنین، این منبر غریب من که نمیشناسم، چرا مردم مثل سیل میریزن؟ کدام پول، کدام قدرت، کدام نیرو میتواند این اطفال را، این جوانان را در اینجا بکشاند؟ من نشسته بودم، صدای گریه این زنها دل مرا میسوزان. اینها یاور زینبم، اینها عاشق زهرایم، اینها عاشق پیغمبرم. خون تو، یاد تو، عشق تو با گذشت زمان کم نمی شود. 1384 سال قبل این اتفاق افتاده. یاد تو با گذشت زمان کم نمی شود، داغت جدا ز سینه عالم نمی شود. وقتم کم است، این شعر دقت کن. وقتی دیدم پیرمرد 90 ساله در آفتاب می نشینه، می خواهد برای آخرتش چیزی داشته باشه، برای چی آمده این پدر عزیز؟ ما از پیغمبر روایت داریم، وقر و کبارکم، بزرگانتان احترام کنین. با عشق چشم گریه کناند نوشتن، با عشق چشم گریه کناند نوشتن، جز عشق ما حریف جهنم نمی شود. روایت پیغمبر است، کسی که گریه کنه خوش به حالتان. من وقتی آمدم نوحه های عزیزان از من عشق گرفت. عشق به این سادگی نمی آیه. قلبی که عشق ندارد، چشمی که عشق ندارد، سرمایه ندارد. این عشق می دانی چیه؟ وقتی دل می سوزه، رگهایی که از چشم به قلب اتصال دارد دهان باز می کند. در حقیقت این خون قلب انسان است که به یاد حسین حرکت می کند و از چشم انسان بیرون می شود. در این مسیر این خون تبدیل می شود به عشق، همان گونه که آب ما را می شوید و تطهیر می کند، عشق ما را پاک می کند و پاکیزه می سازد. عشق بر حسین پالایش جان و روان انسان است. بگذارین من یک مقدار بیشتر حسین را معرفی کنم. صلوات بفرستین. خدا در قرآن می فرماید پیغمبر علما هستند، باید دانشمندان اسلامی هم قرآن بیشتر یاد بگیرن، نه تنها حفظ، نه تنها تلاوت،
تلاوت بخش یک بخشی از قرآن است. قرآن به فرموده امام حسین 4 بخش دارد: عبارت، اشارت، لطائف، حقائق. عبارت قرآن مال عوام است، العبارت للعوام والاشارت للخواص. حقائق قرآن مال انبیاست، لطائف قرآن مال اولیاست. قرآن به پیغمبر نازل شد و خدا به پیغمبر فرمود: پیغمبر 23 سال زحمت کشیدی. هیچ پیغمبر به اندازه پیغمبر اسلام زجر نکشیده. شبی که از مکه مهاجر شد 40 نفر قصد کشتن پیغمبر کرده بود. پیغمبر رفت به غار ثور همراه خلیفه اول جناب ابوبکر رضی الله عنه، با همدیگه از غار ثور به سمت مدینه آمد. این کار سختی است. پیغمبر 13 سال در مکه بود، 10 سال و 2 ماه در مدینه بود. در این 23 سال زحمات طاقت فرسا، گوش بدین، خدا به پیغمبر فرمود: پیغمبر به مردم بگو، قل، بگو چی؟ بگو لا اسألکم علیه اجرا، من از شما چیزی نمیخواهم. سوره احزاب، سوره شورا آیه 23: لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجر، مزد، کرایه نمیخواهم. الا المودت فی القربا، مگر دوستی خانواده من. ابن عباس میگوید این آیه نازل شد، اصحاب بودن، از پیغمبر سوال کردیم اونهایی که محبتشان واجب شده کی هستن؟ فرمود: علی و زهرا و بچه‌های علی و زهرا. محبت حسین راه نجات است. هر که میخواهد بفهمه مؤمنه یا مؤمن نیست. قد افلح المؤمنون، مؤمنا رستگار شدن. پیغمبر فرمود در شهادت حسین در قلب مؤمن حرارتی است که هرگز خاموش نمی شود. 1385 سال باید، همونطوری که قرآن حفظ میکنیم، تفسیر قرآن بلدیم، عاشورا را یاد بگیریم. حسین در روز عاشورا 3 سخنرانی داره: علما، سربازان آگاه و با بصیرت، کسی که در مکتب حسین مخلصانه زانو نزند، دل ندهد، تحلیل و تعمیق و بصیرت کامل نصیبش نمی شود. آمد روبروی لشکر مثل دیروز، اونا 30,000 نفره، امام حسین با خانوادش همشان به 200 و چند نفر بیشتر نمی رسه. اسب ذوالجنا را آماده کرد، عمامه پیغمبر را به سر گذاشت، عبا را به دوش انداخت، آمد روبروی مردم استاد، فرمود: ایها الناس، نگفت 30,000 لشکر، من تاریخ کربلا، سخنان کربلا را مثل آیات قرآن حفظم. الحمدلله نفرمود ای 30,000 لشکر. چرا؟ چون حسین قرآن را در کربلا پیاده کرد. اگر قرآن می فرماید اذا جاء نصر الله والفتح، ای ملائکه ها شاهد باشین، در این بیابان به عشق حسین آمدم. اگر قرآن می فرماید اذا جاء نصر الله والفتح، یک روز فتح و پیروزی می آید، و رأیت الناس، مردم میبینی، یدخلون فی دین الله افواج. خوب است امام های جمعه هم سوره جمعه بخوانند هم سوره منافقون. جمعه عظمت اسلام است، ذکر بزرگ خداست. اذا نودی للصلاه
من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. من از امام جمعه بیدار و خدمتگزار شما ملت تشکر میکنم، از مسئولین، از خدمتگزاران، از وحدت و همدلی شما ملت. یکی از مفاهیم قرآن مفهوم عزت است، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت چطوری پیدا میشه؟ آیا این جلسه را مردم دنیا ببینن این عزت افغانستان نیست؟ آیا این عزت اسلام نیست؟ یک مهمانی میکنین 50 نفر 100 نفر در مهمانخانه، صاحب خانه افتخار میکنه من میزبانی فلان آدمم، این مقدار مهمان دارم. حسین میزبان میلیاردها انسان است. جدش فرمود اعز الاسلام، اسلام را عزت ببخشین. گفتن چگونه؟ به چه شکل اسلام عزیز می شود؟ فرمود بالحضور عند العلماء، با نشستن در محضر دانشمندان. جلسات حسین عزت اسلام است. یک راهپیمایی عزت یک کشور است. راهپیمایی محرم عاشورا عزت اسلام است. کاردینال مسیحی میگوید مجالس حسین مدارس است. الحمدلله در این مدرسه بلخی ها تربیت شد. شعارش این بود در دشت عراق آمد آن رهبر آزادی، آزاد و توان بردن ره در بر آزادی. اگر آزادی واقعی میخواهیم آزادی را از مکتب حسین یاد بگیریم. حسین دنبال عدالت است. خدا در قرآن میفرماید فرعون چیکار کرد؟ مردم در مقابل موسی قرار نگیرند، در کنار موسی قرار نگیرند. مردم از سبک مغز تربیت کرد. فاستخف قومه، قوم خودش را از نظر فکری سبک و ضعیف بار آورد. فعطاوه تا از فرعون اطاعت کنند. اما موسی مردم را با دانش، با علم، با بصیرت تربیت کرد. مکتب حسین عقلها را پرورش می دهد، ذهنها را روشن می کند، بشریت را بیدار می کند. مختص به یک مذهب نیست، مختص به اسلام نیست، بشریت را به سمت بیداری دعوت می کند. بس است، طولانی نکنم، فقط یک ماجرا بگویم و عرضم تمام کنم. همان گونه که قرآن شفا بخش است و مزد رسالت را محبت اهل بیت معرفی کرده، پیغمبر فرمود من حسین از من است، من از حسینم. همون گونه که عزیز من خان پیغمبر دعا کرد احب الله، خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست می‌دارد. وقتی امام حسین از مدینه حرکت می‌کرد با 4 شخصیت خداحافظی کرد. خیلی دقت کنین، این شخصیت ها بزرگن، در تاریخ اسلام نقش دارن. یکی عبدالله فرزند خلیفه دوم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، یکی عبدالله فرزند زبیر، یکی عبدالله فرزند عباس، یکی هم عبدالله فرزند جعفر طیار. اگر خسته نیستین من اینها را بگم تا بیشتر خدا به مجلس ما عنایت کند، دلهای شما روشنتر شود. اگر خسته نیستین صلوات. در کتاب تاریخ طبری، از احادیث نمیگم، از تاریخ میگم، تاریخ طبری تاریخ اسلام است.
وقتی امام حسین در مکه بود، عبدالله عمر از فقهای مدینه است، فرزند خلیفه دوم، آمد خدمت امام حسین. وقتی که عبدالله ابن عمر در مکه با امام حسین علیه السلام ملاقات کرد، گفت شما به عراق نروید، از آدرس میخوانم با این که حفظم. چرا؟ چون با سند حرف زدن مزه دیگری دارد. ایشان پیشنهاد کرد شما به عراق نروید که کشته میشوید. حضرت نفرمود کشته نمیشوم، حرف ایشان رد نکرد، بلکه فرمود از پستی دنیا همین بس که سر یحیای فرزند زکریا بده مهریه یک دختر و یک زن بدکاره شد. یک پیغمبر اسمش زکریاست، فرزندش یحیاست. یک آدم ناپاک با برادرزادش عاشق شد، سر یحیی مهریه او شد، چون یحیی فرمود خدا اجازه نمیدهد برادرزاده با عمو ازدواج کند. اما اون پلید این کار رو کرد و مهریهش را سر پیغمبر قرار داد. در مسیر حرکت امام حسین از یحیی زیاد یاد میکرد. به فرزند خلیفه دوم امام حسین فرمود از بی ارزشی دنیا همین کفایت میکنه که سر پیغمبر هدیه یک نابکار شد. عبدالله متوجه شد، فرزند خلیفه دوم فقیه اون زمان متوجه شد امام حسین عزم کربلا دارد. عرض کرد حالا که تصمیم بر رفتن دارید، حواسا جمع، اجازه دهید جایی را که پیغمبر می بوسید من هم ببوسم. فرمود اجازه بدین جایی را که پیغمبر می بوسید من هم ببوسم. حضرت امام حسین پیراهن را بالا زدن. ابن عمر، عبدالله ابن عمر بر سینه و بر روی قلب حضرت بوسه زد، گفت من با چشم خودم دیدم که اینجا را پیغمبر می بوسید. وقتی امام حسین زنده است، فرزند خلیفه سینه و محل بوسیدن پیغمبر را می بوسه و پیغمبر می فرمود من جای شمشیرها را می بوسم. اگر امروز بود در قبال کربلا چه کار می کرد؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. حرم حسین وسیله هدایت است، مجلس حسین وسیله هدایت است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. این مربوط به عبدالله ابن عمر. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. خیلی ملت شما ملت شریف است. دومین شخصیت عبدالله ابن زبیر است. وقتی متوجه شد امام حسین به عراق می رود، با ایشان صحبت کرد. حضرت فرمود تصمیم قطعی است. گفتن نروین آقا، مکه بمانین. آی حاجی، آیی که امروز در مجلسین از مکه برگشتین، عزیزانی که سالهای گذشته رفتین و شما جوانان و خواهران و برادران را خداوند به زیارت مکه معظمه به زودی زود برساند. ایشان پیشنهاد کرد در مکه بمان. امام حسین فرمود عبدالله ابن زبیر امام حسین را از رفتن به عراق منع کرد. حضرت فرمود در خانه خدا بزرگی از قریش کشته می شود، با کشته شدن او احترام خانه خدا از بین می رود. خانه خدا امن است، نباید کسی اونجا کشته شود. من نمی خواهم
آن کس من باشم. اگر امام حسین کربلا هم نمی رفت، یزید امام حسین را در مکه می کشت. اونهایی که فکر می کنن یزید خبر نداشت، بیشتر مطالعه کنن. اینا ساخته های یهود و نصاراست، عمیق مطالعه کنین. امام حسین فرمود دوست ندارم در مکه کشته شوم تا حرمت مکه از بین برود. اتفاقا بعد از شهادت امام حسین، همین عبدالله زبیر در مقابل یزید قرار گرفت، آمد در مکه. تاریخ اسلام، تاریخ مکه را بخوانین، مکه آتش زده شد. عبدالله زبیر درون مکه سوخت. این فرمایش حسین به عمل نشست. اجازه بدین یک فراز دیگر هم عرض کنم. صلوات بفرستین. یکی از کسانی که کربلا به زیارت آمد، اولین کسی که آمد، میخواستم از عبدالله شوهر حضرت زینب هم بگم، بگذار بگم. زینب خودش کربلا آمد، اما شوهرش عبدالله نیامد، با اینی که بچه کاکا و پسر عموی امام حسین بود. در مکه با امام حسین ملاقات کرد، خیلی با سخاوت بود. عبدالله جعفر شوهر زینب بود، گفت آقا نرو کربلا. گفت کجا برم؟ گفت برو مکه، مکه بمان. حضرت فرمود مکه را به احترام میکنن. گفت آقا برو یمن، شیعه زیاده، شیعیان پدرت علی. حضرت فرمود هر جا بروم بنی امیه از من دست بر نمیدارن، یا بیعت و یا شهادت. فرمود هیهات من نزله، من زیر بار ذلت نمی روم. قرآن می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بعد عبدالله دو تا فرزندش را، اون و محمد را، همراه زینب با امام حسین به سمت کربلا فرستاد. اینه بگم آخرین فراز. میدانم شما خیلی حق دارین، من بضاعتم مزجاد است، هوا گرم است. اجرتان با با خدای حسین و با مقام حسین. آخرین کسی را که آمد خداحافظی کرد، یک پیرمرد است از اصحاب پیغمبر به نام جابر ابن عبدالله انصاری. اولین کسی که کربلا زیارت آمد، جابر کسیه که در جنگ خندق پیغمبر مهمان کرد. 10 کیلو 15 کیلو آرد بیشتر نداشت، با یک بزغاله 3000 نفر پذیرایی شدن. اینا را بخوانین. وقتی شنید امام حسین شهید شده، با چشم نابینا از مدینه حرکت کرد به سمت کربلا. 40 اگر 20 میلیون زائر می آید، در کربلا بنیانگذارش همین جابر است. آی مردم، یک روز این کوه ها مملو از جمعیت میشه، یک روز این تکیه خانه غریب تبدیل به بهترین عمارت می شود. زینب فرمود به زین العابدین، و زین العابدین این مطلب را تأیید کرد. فرمود برادرزاده، این جایی که ما را به اسارت میبرند، این بیابان روز محل زیارت عاشقان میشود. امروز کربلا چه خبر است؟ امام حسین با جابر خداحافظی میکرد. علامه بهرانی مینویسد وقت خداحافظی میکرد، جابر همین زائر اول امام حسین، چشماش نابینا بود، گفت که پدرت علی کشته شد، برادرت حسن کشته شد، تو هم میروی کربلا کشته میشوی؟ امام حسین به جابر فرمود شهادت پدرم، شهادت برادرم مرضی عند الله بود، برنامه من هم برنامه خداست، خدا راضی است. عزیزان من، خدا به نماز خواندن ما راضی است. بعضی ها می خوانن، بعضی ها نمی خوانن. خدا به
زکات دادن ما راضی است. بعضی ها عمل میکنن، بعضی ها عمل نمیکنن. حسین دنبال رضای خداست. انما یخشی الله من عباده العلماء. امام حسین به جابر فرمود میخواهی بدانی، همینه بگم، میخواهی بدانی برنامه من چیست؟ صلوات بفرستین. حضرت فرمود جابر میخواهی پیغمبر شهادت بدهد، علی شهادت بدهد، حسن شهادت بدهد که برنامه من برنامه الهی است. جابر گفت آری. آنگاه امام نگاه به آسمان کرد، به آسمان نگاه کرد. جابر دید درهای آسمان گشوده شد، پیغمبر و علی و حسن، حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، همه اینها را قرآن تأیید میکنه. قرآن میگه شهدا زنده است. از آسمان فرود آمدن و بر روی زمین مستقر شدن. جابر پیغمبر و علی و حسن و حمزه و جعفر طیار که دید وحشت زده از جا برخاست و بر سر پا ایستاد. پیغمبر به جابر فرمود ای جابر، مگر در مورد حسن قبل از حسین به تو نگفتم که مؤمن نیست مگر این که تسلیم ائمه باشی و بر آنها اعتراض نداشته باشی؟ بعد پیغمبر به جابر فرمود آیا میل داری جایگاه پسرم حسین و قاتلش یزید را ببینی؟ عرض کردم بله یا رسول الله. حضرت فرمود دقت کن. پیغمبر پای مبارک را به زمین زد، زمین شکافته شد، دریای آشکار شد، دریا نیز شکافته شد، زمین دیگر پیدا شد. قرآن می فرماید هفت آسمان و هفت زمین است. هفت زمین و دریا شکافته شد. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در زیر آنها آتشی دیدم که یزید در درون آن آتش با شیاطین سرکش به یک زنجیر بسته شده بودند و اینها در بدترین و شدیدترین عذاب بودند. حالا برای که شک نکنی، حضرت موسی وقتی میخواست برای بنی اسرائیل آب در بیاره چه کار کرد؟ با عصا به سنگ زد. فنفجرت من حسنتا عشر عینا، 12 چشمه جاری شد. پای پیغمبر از عصای موسی بالاتر است. این یک طرف قضیه. آنگاه پیغمبر فرمود جابر سرت را بلند کن. سرم را بلند کردم، دیدم درهای آسمان گشوده شد، بهشت را در اعلای آسمان ها دیدم. پیغمبر با کسانی که همراه او بودند به آسمان ها بالا رفتند. و ما قتلوه و ما سلبو، عیسی زنده است، در آسمان هاست. آخرین فرزند حسین که بیاید بر می گردد، پشت سر او نماز می خواند. پیامبر فرمود، آنگاه پیامبر دست حسین را در بهشت گرفت و فرمود این حسین فرزند من و با من است، در اینجا تسلیم امرش باش و شک نکن تا مؤمن باشی. جابر گفت از دو دیده محروم باشم اگر ندیده باشم آنچرا که گفتم. آدرس این عبارت کتاب الثاقب فی المناقب از علما و بزرگان اسلام و اهل سنت. خدایا این عزاداری و این مجلس را از همه این عزیزان به احسن وجه قبول فرما. خدایا ملت ما را، دولت ما را، مسئولین ما را که با تأمین امنیت
برخلاف توطئه توطئه‌گران که میخواستن محرم ما را تبدیل به نفاق کنن، اما به حمد الله و المنه با امنیت سراسری به احسن وجه برگزار شد. دولت و ملت افغانستان را بیش از پیش حسینی بگردان. در کنار مجالس حسین ما را ایثارگرتر، خدایا مجاهدتر، برادرتر بگردان. زحمات را از علما، از این خواهرایی که با عشق و ارادت آمدند، اطفالشان را آوردند تا فرزندان حسینی تربیت کنند، از این جوانانی که با سینه های پر از مهرشان عشق حسین را بابا نشان دادند، به عمل ثابت کردند، به احسن وجه قبول فرما. خدایا اون چی شنیدند و اون چی گفتم ذخیره قبر و قیامت من قرار بده. اشکم بود نشانه عرض ارادتم، بس است چون کودکان همیشه بود گریه عادتم. هر شب دعا به مادر خود می کنم که او با آب دیده شست به صبح ولادتم. حسین جان، این گریه ها به خاطر او لحظه است که شفاعت شما و جدتان شامل حال ما بشود. ما زندگی من مملو از گناه است، مملو از خطا است. پیغمبر فرمود خدایا درود بفرست بر اونهایی که بر حسین گریه میکنن. الا صلی الله الا واکین علی الحسین. مردم هوشیار باشین، خدا به گریه کنندگان بر حسین درود میفرسته. ای عشق قد مشو تا دمی مگر آید عزیز فاطمه بهر عیادتم. هر شهیدی که به زمین میفتاد حسین به بالینش میامد. عباس وقتی دستاش بریدن، دست راست ابوالفضل قطع شد، دست چپ قطع شد، تیر به پیشانی بین ابروها زدن، عمود به فرق آقا زدن، از سر اسب به سمت زمین که می آمد برای اولین بار و آخرین بار صدا زد حسین به جان مادرت بیا ببین برادرت. گفت حسین جان هر شهید آمد به زمین افتاد، تو خودت رساندی حتی بالای بدن غلام سیاه، اما وقت خودت به زمین بیفتی آیا کسی هست؟ عزادارا، خواهرا، آی ملائکه، آی آسمان ها، بشنوید، وقت حسین از اسب روی زمین افتاد، شمر پلید با شمشیر و موزه نظامی روی سینه حسین، دریای خون و گوهر غلطان که دیده، زانوی شمر و سینه قرآن که دیده. انا لله و انا الیه راجعون. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.